سلام همراهان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز با آموزش یک کیک عصرانه بسیار لطیف و خوشمزه در خدمتتون هستم که به نام کیک خرفه هست. این دونه های خرفه رو میخوام استفاده کنم، همینا که برای ایام عید باهاشون یه سبزهای خوشگلی درست کردم. موادی که نیاز داریم: آرد سفید قنادی هست به میزان 2.5 لیوان، پیمونه که استفاده میکنم لیوانای فرانسوی هست. پودر هل هست 1/4 قاشق چای خوری، وانیل 1/4 قاشق چای خوری، بیکینگ پودر 2 قاشق چای خوری، تخم مرغ 4 عدد، شیر ولرم 1 لیوان، روغن مایه خوراکی نصف لیوان، شکر 1 لیوان و تخم خرفه هم 2 قاشق غذاخوری هست تو رسیپی اصلی، ولی من از 1.5 قاشق استفاده کردم. خب حالا میریم برای درست کردن این کیک خوشمزه. خب اولین کاری که میکنیم فر رو روشن میکنیم. فر رو روشن کردم، روی دمای 180 درجه سانتیگراد قرار دادم. میام تخم خرفه رو تو این کاسه میریزم و شیر ولرم رو بهش اضافه میکنم و مخلوط میکنم، میذارم کنار تا بقیه کارا رو انجام بدم. کار بعد که باید انجام بدیم، بیکینگ پودر رو با آرد مخلوط میکنم و 3 بار اینا رو الک میکنم با هم. تخم مرغ ها رو به همراه شکر، پودر هل و وانیل با هم زن مخلوط میکنم. یه مقدار که این مواد رو زدیم، همزن رو میذاریم کنار و اینو دورگیری میکنیم تا اون زرده های تخم مرغ، مواد تخم مرغ که به دور اطراف میچسبن، اینا به وسط انتقال داده بشن و هم زده بشن تا کیکمون بوی تخم مرغ نده. ببینید مواد تخم مرغی که به این شکل در اومد، هم حجم شده هم کشدار. الان روغن مایه رو اضافه میکنم. در ضمن این دورگیری اون تخم مرغ هم چند بار انجام بدین تو حین هم زدن. همزن رو خاموش کنین که یه وقتی این لیسک لابلای این پرها نره و همزنتون دچار مشکل بشه. این هم یه مقدار روغن مایه رو میزنیم که با هم دیگه مخلوط بشن. مخلوط شد خاموش میکنه و مخلوط شیر و تخم خرفه رو اضافه میکنه و بازم یه مقدار میزنم که با هم دیگه مخلوط بشن. یه مقدار که مخلوط شدن میذارم کنار. حالا مخلوط آرد و بیکینگ پودر رو باز روی این مواد من الک میکنم. 3 بار الک کردم، این میشه بار 4. یه مقدار با لیسک مخلوط میکنم و الان یه مقدار با همزن این رو با هم دیگه مخلوط میکنم. دیگه همزن رو میذارم کنار. وقتی که با همزن مخلوط میکنیم، دیگه این گلولای آرد توی این خمیر کیک وجود نداره. یه گلولی چیزی هم باشه باز میشه. خب مواد رو از دوره اینجوری جمع میکنم که هرچی هم که دور اطراف هست بیاد و با بقیه مواد مخلوط بشه و یک دست بشه. برای درست شدن این کیک من از یه قالب میان توهی استفاده کردم. وقتی که از قالبای میان توهی استفاده میکنیم، ارتفاع کیکمون بیشتر میشه. خب دیگه خمیر کیک من آماده است. خب این قالبی که استفاده میکنم این هست با روغن جدا کننده. تمام این قسمت ها رو من پوشش دادم، حتی این قسمت ها رو هم به همین ترتیب.
به خاطری که خمیر کیکمون بهش نشسته و به راحتی کیکمون از قالب جدا بشه. قالبایی که اینجوری شیار دارن یا مثلا فرو رفتگی و برجستگی دارن، قشنگ همه این قسمت ها رو با روغن جدا کننده آغشته کنید. آموزش روغن جدا کننده هم به صورت فیلم کوتاه توی کانال من قرار دادم. الان این خمیر کیک رو توی قالب میریزم و بعد توی فر قرار میدم. وقتی که خمیر کیک رو توی قالب ریختم، بعد یه چند ضربه محکم به سطح میزنم قالب رو تا حباب هایی که اگر داخل این خمیر باشه بیاد بیرون و بعد توی فر قرارش میدم. با مدت یک ساعت خمیر کیک توی فر بود تا پخته شد. تازه از فر درش رو بردم، میذارم خوب خنک بشه، بعد کیک رو از قالب جدا میکنم. خب بعد از اینکه کیک مقدار خنک شد، از قالب درش رو بردم و با سس شکلات و پودر نارگیل هم تزیینش کردم. الان یه برشی هم میزنم براتون که ببینید چه بافت نرم و عالی این کیک داره. پیشنهاد میکنم حتما این کیک رو درست کنید. هم بافتش یه بافت پنبه‌ای با یه طعم لذیذ. اینم از آموزش امروز، امیدوارم لذت برده باشید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.